با سلام و درود و احترام خدمت دوستان و عزیزان و سرورانم در سراسر دنیا و ملت شریف ایران. روز گذشته اتفاقی در مشهد افتاد که به دستور شخص علم خدا و اون دادستان که سر تا پای قیافش انتقام و کینه نسبت به ملت ایران میباره، قوم بربری که من نمیدونم اینو چجوری گوشن ایستاد گستری، چهرهش رو نگاه میکنید حسادت و بخل و بدبختی و فساد ازش میباره. گند کارتو هم در میاد آقای رئیس داد گستری مشهد، پدیده رو ویروس انداختی و به ممکن کشور ما به نابودی بکشونی. چه هدفی پر سرسوز من نمیدونم، ولی همون مردم میرن مشهد جگر دارن تیکه تیکت میکنه، اصلا محکمه تو نمیذارن برسی، تو و علم الهدا و رئیسی و افسر نخواهم گذاشت برسن. میخوام اون 100 نفر 80 تا 100 نفر دیروز که اونا جارو کردن بگم اپوزیسیون خارج کشور داخل کشور الان دو سال شهیدان داره کار میکنه، ولی کاری که دیروز شماها کردید و با سر شما آوردند بازتابش هزاران هزار برابر اثر گذارتر بود تا کاری که اپوزیسیون کردن و خیلی ها گفتن و کردن. یعنی اون جارو کردن تو خیابون به دنیا نشون داد ماهیت این آدم های بیشرف روی آدم های بیحبه کس رو به قرار داد نزنم، برای همین یواش صحبت میکنم. آقای علم خدا دیدی چه کردی با خودتون؟ خدا رو شکر ملت ایران تمام دنیا صدا کرد، تو تمام دربارا و تمام پادشاه و تمام رئیس جمهورها رفت، اونهایی که طرف داری جمهوری اسلامی خجالت کشید شرم کردن که با چه حیوانی سر کار دارند. شادی کرده اومده گرفتتش با قل و زنجیر رو که اون جارو کن دیگه، نیازی نیست دیگه، نیاز به معرفی حکومت نیست. همه حتی نسیم دوستاشون اظهار تنفر و انزجار کرد از اینها. دم شما بچه های مشهد گرم و دم شما خانم های ایرانی گرم که در جشن چهارشنبه سوری از تبریز و کردستان گرفته تا استان خراسان تا همه جا همه جا هرمزگان و همه جا شادی کردید که ماهیت ذهن اینها تراوش کنه و به ملت شریف ایران بگن فاحشه. به رئیس قوه قضاییه میگه که شما ال کردی نکردی، نزد دستمون رو بشکن. شما کی هستی؟ چی هستی؟ دیدی اکثریت مطلق ما هستیم؟ میبینی؟ چشاتو میبینه آقای علم خدا؟ دیدی؟ رقصا رو دیدی؟ تنتون لرزید؟ کمرتون شکست؟ بهتر، این ادامه داره. ایام روزم مردم ایران هر جایی که اماکن تاریخی هست، از پاسارگاد گرفته تا توس تا استانهای دیگه، هر جا که رفتین دوستان، هر جای تاریخی که بود برید دور هم جمع بشید شادی کنید. میتونه همه ملت ایران بگیرن، بذار اینها بذار در انزوای خودشون بمیرند و بعد آقای علم خدا، آقای رهبر، آقای خامنه‌ای بیشرف، حیف کلمه بیشرف چون اونه که بیشرفن یه چیزی تطور شد چون وجود هیچی نیست، چون لاغل من که میدونم وقتی آخونده به هم میرسید سراغ کجای زنتون از هم دیگه میگید، پس شما هیچی ندارید بابا دیگه، فهمیدید 38 سال کار فرهنگی کردید، 38 سال تلاش کردید، 38 سال احکام صادر کردید، بیجا نرسیدید و بیجا نخواهید رسید. آبرو و حسیتی نداشتید، همون تتمش هم بردید دنیا، تمام دنیا به شما خندیدن مسخرتون کردن، لباستون، خودتون، فکرتون، راهتون همه رو مسخره کردند. مرگ برای شما عروسیه ولی محاکمه تو راست. اگر بدونید از دیروز تا پیروز تا حالا چقدر کامنت واسه من اومده، چه نقشه هایی براتون کشیدند، چه بلاهایی سرتون میخوان بیارند، همین امشب فرار میکنید ولی نخواهم گفت تا جگرتون در بیارند. مردم ایران خیلی خوب کار کردید، شاهکار بود، نوروز هم همینطور ادامه بدید و شکستی اینها از درون که شکست هستن از برون هم دارن میشکنن، خیلی نزدیکه، خیلی نزدیکه. خدمت شما عرض کنم که بعد من انشاءالله ایام عید هست، ایام دلخوشی هاست، خوشی هاست، بعد از این ایام عید که تمام بشه سوای که تا کلیپ خیلی مهم کار اثرگذار خواهم گذاشت، برنامه‌ریزی خواهم کرد، یعنی اعلام خواهم کرد به اپوزیسیون
اتفاق نظر ایجاد شد، چه خارج کرد چه داخل کشور، بعد به شما خواهم گفت واقعیت امر و ماهیت پذیرفتن پنج به علاوه یک چی بود، چیزی که تاریخ اشاره نکرده ولی خواهم گفت. ایام به کام، روز باستان خوش.